طالبان خونبهای یک زن کوچی در غزنی را 10 میلیون افغانی فیصله کردند. ادامه آتش سوزی ها در جوزجان، صدها خانواده آواره شدند. خبر غافلگیر کننده، آمریکا دوباره دل طالبان را به دست آورد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. با یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. مشروع اخبار. منابع محلی در غزنی میگویند که طالبان خونبهای یک زن کوچی را پس از 18 سال 10 میلیون افغانی فیصله کردند. منابع محلی روز دوشنبه 31 اسد میگویند که طالبان بر اساس ادعای کوچی ها در ولسوالی ناور ولایت غزنی باشندگان ساحه بهای این ولسوالی را متهم به قتل یک زن کوچی کردند. و گفته منابع یک زن کوچی 18 سال پیش در درگیری با نیروهای امنیت حکومت پیشین در ساحه بهایی ولسوالی ناور کشته شده بود. طالبان فیصله کردند که باشندگان این ساحه 10 میلیون افغانی به خانواده این زن کوچی خونبها بپردازند. بر بنیاد اطلاعات منابع طالبان به باشندگان ساحه بهایی 20 روز مهلت دادند تا این مبلغ را بپردازند. در غیر آن با مجازات سخت روبرو خواهند شد. منابع محلی در جوزجان میگویند که آتش سوزی طبیعی در این ولایت از ولسوالی فیض آباد به ولسوالی خواجه دوکو گسترش یافته است. منابع محلی روز دوشنبه 31 اسد به روزنامه 8 صبح میگویند که در دو روز گذشته دامنه آتش سوزی به روستای لبجر تاغون ترکمنیه ولسوالی خواجه دوکو رسیده است. و گفته منابع محلی تا کنون 4 منزل مسکونی در نتیجه آتش سوزی در خواجه دوکو سوخته است. منابع می افزایند که در 15 روز گذشته در اثر آتش سوزی های طبیعی در ولسوالی فیض آباد ولایت جوزجان نزدیک به 200 منزل مسکونی تخریب شده و بیش از 1000 خانواده آواره شدند. آسیب دیدگان این رویداد طبیعی می گویند که طالبان تا کنون هیچ کاری برای مهار آتش سوزی نکردند. و در پایان، رویترز گزارش داده است که آمریکا مذاکرات با طالبان به خاطر آزادسازی پول‌های منجمد شده افغانستان را ادامه می‌دهد. خبرگزاری رویترز به نقل از 3 مقام آمریکایی که نخواستند نامشان فاش شود، روز دوشنبه 31 اسد گزارش داده است که دولت جو بایدن متعهد به ادامه مذاکرات با طالبان بر سر آزادسازی ذخایر ارضی منجمد شده افغانستان است. انتظار می رفت که پس از کشته شدن رهبر القاعده در حمله هواپیمای بی‌سرنشین آمریکایی در کابل، مذاکرات میان آمریکا و طالبان بر سر آزادسازی ذخایر ارضی به بن‌بست رسیده باشد. اما آمریکایی ها گفتند که مذاکره به خاطر جلوگیری از فروپاشی اقتصاد افغانستان، بر بنیاد معلومات نشر شده قرار از ذخایر ارضی آزاد شده در یک صندوق به طور امانت به سوئیس انتقال یافته و یک هیئت جهانی از مصرف آن نظارت کند. پس از به خاطر رسیدن طالبان، حدود 7 میلیارد دلار از ذخایر ارضی افغانستان از سوی آمریکا مسدود شد. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر، بدرود.